ای موحد، ای یکتا پرست، وقتی که تو تنها به سراغ خداوند یکتا و قهار میرید، تو قوی ترین قوی تر اقویا میشوید با اتصال با او، با ارتباط به خالق آسمان ها و زمین، با استعانت به خداوند واحد قهار که او با شماست. و اگر خدا با شماست، کیست که بر علیه شما میتونه باشه؟ و اگر خداوند بر علیه شما باشد، خدا نکرده، کیست که میتونه با شما باشه؟ پس ای موحد، ای مؤمن، تو با دعا میتونید قوی ترین انسان باشید. مادامی که با خداوند یکتا و واحد و قهار هستید، هم قوی ترینید و هم نصرت و غلبه از آن توست. قوم عاد را که قرآن مثال میزنه، نمونه ایست از ملت های سرکش و نافرمان و طغیان کننده. الذین طغوا فی البلاد، اونهایی که در دنیا طغیان کردن، مثل طغیانگران امروزی بودن. فاکثروا فیه الفساد، فساد زیاد کردن. فصب علیهم ربک صوت عذاب، خداوند شلاق عذابش را بر اونها نازل کرد. خداوند شلاق عذابش را بر مفسدان امروزی هم نازل کند. ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو در کمین اونهاست، همچنان که در سوره فجر میخونیم.